سکته ببینید. سلام به همه مادرای ایران زمین، به اونایی که الان یه 30 سالی هست بچه هاشونو ندیدن. افتخارای ایران، روزتون مبارک. سلام به جوانایی که پاسخ حتاکی های احمق ها رو خوب میدن و سلام به اونی که زد پیج این احمق حتاک و هک کرد. دمت گرم، خیلی باحالی. و صد البته سلام به آقای مرتضوی که محکم سر جاش نشسته و صندلی رو رها نمیکنه. البته صندلی میخواد ایشون رو رها کنه، ایشون صندلی رو رها نمیکنه. و سلام نمیکنم و حتاکین امام هادی و میدونم که از اینجا به بعدش و این علیرضا تدوینگرم حظ میکنه و سانسور، ولی میگم که خنکشم. آخه بچه سوسول قرصی، آخه در کل به قول فیلم اخراجی ها لا خواهر مادر. کلن دستم بهت برسه بهت میگم چند چنده. آره این صفرای 3000 میلیارد اینقدی هست که هر برنامه یه صفرش به ما برسه و ازش بگیم که دادگاه برگزار شد و متهم الف گ. حالا شما مثلا فرض کنید الکساندر گراهام بل، از فردی به نام الف ر م، مثلا حالا شما فرض کنید اسفنیار رحیم مشایی، نام ببر و بگه ما به اون کاری نداریم، اونی که پدر ما رو در آورده. و ادامه بده اگه خسروی به جای پیش فاکتور فولاد فاکتور سیب زمینی پیازم به بانک میداد، مطمئن باشید که پول میشد. فکر کن هویج و بادمجون و گلابی ببری بانک نقد کنی، چه حالی میده، خداییش حالی میده. به به، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد و سارکوزی رفت. مردم توی مترو گفتن سارکوزی بای بای، سارکوزی بای. البته در این که سارکوزی و زنش با هم 6 و 8 می‌زدن شکی نیست، ولی وقتی بازنده شد مثل مرد قبول کرد که باخته، اونم انتخاباتی که تفاوت برنده و بازندش کمتر از 2% رأی بود، یعنی حدود 1 میلیون. با اینها قبول کرد و مسئولیت شکست رو پذیرفت و برای رئیس جمهور آینده آرزوی پیروزی کرد و به مردم گفت من از امروز یکی از شما هام. دوستان یکم اخلاق رو یاد بگیرن از این اروپایی های بی اخلاق بی دین. ولی ما اینجا مکان دعوا هم معلوم میکنیم اگه رأی نیاریم. نه ما دعوایی هستیم، ولی حالیمون رو کجا دعوا کنیم؟ خوبه اینجوری نیست که به دعوا بکشنمون، خودم بلدم کجا دعوا کنم. بله البته دیدیم که کجا بلدی دعوا کنید، کف خیابون. و البته که ادب مرد به ز دولت اوست. البته این بد اخلاقی مال اون دوره فقط نیستا، ادامه داره الانم. این به اون برمیگرده میگه بیاریم تهربار، اون یکی به این میگه که تو کی هستی، اون توی روزنامه دروغ مینویسه، این یکی هم که دیگه اینا رو میگه. میان تو رسانه ها میگن بنزین قراره 2000 تومان بشود، همه بازار رو به هم میریزن، بهانه دست اخلالگران میدن به دروغ. از اساس دروغ است. در پایان برنامه هم بنزین حد اکثر به نصف این مقدار شاید برسد. آقایون اخلاق کلن چیز بدی نیست، یکم اخلاق داشته باشید. فکر کنم اینطوری اوضاع مملکت یکم بهتر بشه. اخلاق اخلاق اخلاق. اگه یادتون باشه توی برنامه 90 ایشون یعنی نماینده عراق وارد بحث شده بود که یه تیم لیگ برتری رو ببره شهر خودش که نشد. بعدش هم که توی عراق یه روزنامه‌نگاری کاریکاتورش رو کشید و البته که این آقا هم شکایت کرد و صد البته بازم که شکایتش قبول شد و کاریکاتوریست رو حکم شلاق دادن و منم که خودم این خبر رو شنیدم سکته کردم. خیلی ممنون، خسته نباشید، معنی قانون رو هم فهمیدیم. البته وقتی این خبر رو شنیدم مثل اینکه یه کیسه آب سرد بزنی تو صورتم اینطوری. حالا تا این بحث فوتبالم داغه، ویدیو تنبیه بازیکنان پرسپولیس توی رختکن توسط دنیزلی رو ببینید. اینو ببینید دیگه، تنبیه. Как там было? Не могу, как я сюда приехал.
kız mısınız lan siz? He? Siz kız mısınız lan? اما بشنوید از این ور ایران که شبونه اوباما رفت افغانستان و ساعت 2-3 شب بود به وقت کابل، وقتی یعنی همه خواب بودن، حتی آقا پلیسی که شبا بیداره که ما راحت بخوابی اونجا خواب بود و یک تفاهم نامه نظامی رو امضا کرد و سریع هم برگشت آمریکا و توی ضیافت شام شرکت کرد و هنر خودشو به نمایش گذاشت که عجب آدم کمدی این باراک اوباما. We gather in the midst of a heated election season and Axelrod tells me I should never miss a chance to reintroduce myself to the American people. So tonight, this is how I'd like to begin. My name is Barack Obama. 4 years ago, I was locked in a brutal primary battle with Hillary Clinton. 4 years later, she won't stop drunk texting me from Cartagena. 4 years ago, I looked like this. Today I look like this. And 4 years from now I will look like this. That's not even funny. I know at this point many of you are expecting me to go after my likely opponent, Newt Gingrich. Newt, there's still time, man. پلیس آمریکا هم که تا صبح مشغول خنده و اینا بود، آقا خواب موند. هر پلیسی خواب میمونه. این شد که نباید میشد. چراغ قرمز خراب شد و مردم توی ترافیک گیر کردن و خودشون اومدن وسط. البته نه از اون وسطا که خانم هیلاری میانا، از اون وسطا نه، از این وسطا. آره اون وسطا رو ولش کن الان. خانم کلینتون یکم وسط کمتر بیاد کلا. وسط نیاد. وسط. شخصیت سکته‌ای این هفته ما آدمایی هستند که نون ایرانو خوردن و نمک نون ایرانو شکوندن. به نظرتون چقدر باید پول به یه نفر بدن که از ایران بره و این دلغک بازی‌ها رو دراره، دلغک بشه، بالا بره، پایین بیاد، بپره، بخوابه، کارهای دیگه کنه؟ یا چقدر پول باید به یکی بدن تا گزارشگر BBC بشه، اونم کسی که اینجا چقدر واسش کمپین را انداختن که سرک نکشید توی زندگی خصوصیش و منم یادمه که سیدی هاشو میشکوندن در حمایت ازش؟ یا چقدر پول باید بدن به یکی که یه روز پیراهن عثمانو علم میکنه توی ایران و از اون ور در میره، میره اون ور با یه حروم میخونه؟ شخصیت سکته ای این هفته ما حسینی و امیر ابراهیمی و باطبی و این حرومه، ای خدا، هستن که نمک ایرانو خوردن و نمک دون ایرانو شکوندن. این 31مین ICU ماست. سجاد نمیشه صدای آهنگ رو کم کنید، صدای شخصیت سکته رو نمیشنوید. مانی اصحابی این عکس رو فرستاده و نوشته جمعی از ساندیسخوره ماساژور. آقا ساندیسخوره ماساژور دیگه چیه؟ علیرضا واسه اون نوشته رقاصی ها در صدا و سیما و برنامه های طنز و کودک رو بررسی کنیم و اینکه دیگه ساندیس جواب نمیده، باید معجون بخوریم. داداش حالا تو میخوای معجون بخوری دیگه، بهونه نیا. داشمتی از تهران اول گفته که سکتتون خیلی باحاله ولی دیر میشه، ما میریم دو خماری و تذکر دادن در سکته 29 قسمت از آهنگ زمینه مربوط به مارش اسرائیله و دعوت کردن ما رو به حواس جمعی و اینکه نکنه ما هم دور و برمون مشایی داریم. نداشمتی، ما اصلا دور و بر نداریم که بخوام داشته باشیم. در ضمن در سکته 30 هم اصلاح شد. البته آقا مجیدم همینو تذکر دادم و اینکه آقا مسعود از انگلیس صفحه فیسبوک ساختن برای ما و نظرات دوستانو منتقل میکنن، ما هم میگیم چشم آقا مسعود چشم. و اینکه آقا دمت گرم، من نمیدونستم مخاطب خارجی هم دارم و اینا، تا حالا خیلی بهتر از این کار میکردن. در کل سکته دادی ما رو آقا، ما خودمون افتادیم تو ICU. دمت گرم. انگلیس سکته و انگلیس بابا. محمد فرجی هم گفته اینقدر نگید ساندیس خور خوب نیست، اینا واسه توهین به ما اینو درست کردن. داداش من ساندیس خور حالش بده، همین دیگه است. این اکثرا هم اینو واسه ما فرستادن که اولا که اونجاش بالاش نوشته ICU و پایینش نوشته علت سکته های مغزی و قلبی کمبود ساندیس بدن است. بابا دمت گرم، کمبود ساندیس بدن. تا سکته شماره 32 که با یه برنامه دیگه و ICU دیگه در خدمت شما ایم. یا علی، حق نگهدار همتون.